سرخط خبرها. واکنش ایران به انتشار خبر آزمایش موشکیش. تهران میگوید هیچ توقعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی را ممنوع نکرده. بازگشت رئیس جمهوری فرانسه از نشست گروه 20 در پی ناآرامی‌های پاریس. مکرون خشونت علیه پلیس و غارت مغازه‌ها را محکوم کرد. پلیس اسرائیل به دنبال نخست وزیر. بنیامین نتانیاهو برای سومین بار به فساد مالی و کلاهبرداری متهم شد. و نگرانی جهانی از آلودگی دریاها به زباله‌های پلاستیکی. 90% این آلودگی از رودخانه‌های کشورهای در حال توسعه است. سلام، عصر یک شنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. ایران در واکنش به انتشار خبر آزمایش تازه موشکیش میگوید قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد که بر توافق هسته‌ای نظارت دارد این نوع آزمایش‌ها را ممنوع نکرده. دیشب وزیر خارجه آمریکا خبر داد که ایران موشک بالستیکی میانبرد و تازه را که میتواند بخش‌هایی از اروپا را هدف بگیرد آزمایش کرده. آزمایشی که او گفته نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر. این موشکی که ایران 14 ماه پیش آزمایش کرد، موشک بالستیک خرمشهر با بردی حدود 2000 کیلومتر که خاورمیانه و بخشهایی از اروپا را میتواند هدف قرار بدهد. حالا آمریکا میگوید ایران یک بار دیگر چنین موشکی را دیروز آزمایش کرده است که اگر صحت داشته باشد مایه نگرانی دوباره جامعه جهانی خواهد بود و منبعی برای افزایش تنش بر سر ایران. خبر آزمایش تازه را وزیر خارجه آمریکا دیشب منتشر کرد در یک بیانیه. او گفت رژیم ایران موشک بالستیک میانبردی را آزمایش کرده که قابلیت حمله چندین کلاهک هسته‌ای دارد. این موشک بردی دارد که میتواند بخشهایی از اروپا و همه جا در خاورمیانه را هدف بگیرد. این آزمایش نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. از ایران میخواهیم این فعالیت‌ها را فوراً متوقف کند. پیام توییتری جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید لحن شدیدتری داشت. او گفت ایران همین الان یک موشک میانبرد بالستیکی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد آزمایش کرد. این رفتار ایران تحمل نخواهد شد. ایران آزمایش موشکی تازه را تایید نکرده، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت آزمایش‌های موشکی ایران را منع نکرده است. سیاست‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران یک سیاست داخلی است، به جمهوری اسلامی ایران مربوط است و در مورد این سیاست‌ها ایران از کسی توصیه‌ای رو نخواهد پذیرفت. ما بر اساس مصالح دفاعی خودمون و از نگاه دفاعی به این مسئله نگاه میکنیم و کاملا هم یک موضوع دفاعی است. این موشکی که آمریکا هفته پیش گفت در نزدیکی فرودگاه ریاض پایین آمده است، موشکی ساخت ایران که از یمن پرتاب شده. مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت ایران دیگر پنهان نمی کند که برای حوثی ها در یمن موشک ارسال می کند. توافق هسته‌ای ایران فضایی رو ایجاد کرده که این تصور رو به دست میده که تا آنجا که ایران به توافق هسته‌ای عمل کنه در واقع به همه استانداردهای رفتاری بین‌المللی عمل کرده، در حالی که همزمان با عمل به توافق هسته‌ای ایران تهدیدهاشو به صلح و امنیت بین‌المللی در همه ابعاد افزایش داده. تروریسم، کمک مالی به تروریسم، حملات سایبری، تجاوزهای دریایی، نقض حقوق بشر و غیره. معلوم نیست که چرا ایران در این شرایط آزمایشی انجام داده که می‌داند فشار علیهش را افزایش خواهد داد. درست هنگامی که به گفته بعضی از ناظران تندروها در داخل دولت آمریکا به دنبال پرونده سازی برای تغییر رژیم و حتی جنگ با ایران هستند. کسرا نجی، بی بی سی.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس در فرانسه همراه ماست. آقای توفیقی، فکر میکنید که ایران به هر حال حساسیت آمریکا رو در مورد این آزمایش‌های موشکی با وجود اینکه به گفته ایران و بسیاری از کارشناسان نقض قطعنامه‌های سازمان ملل نیست میدونست، فکر میکنید چرا این آزمایش‌ها رو انجام میده؟ ببینید، ایران یکی از برگ‌های برنده‌ای که در مذاکراتی که در پیش داره هم با اروپا و هم در تقابلی که با آمریکایی‌ها داره همین بحث توان موشکی است. شما مطمئن باشید که تصمیم گیرندگان اجرای این آزمایش‌های موشکی متوجه حساسیت موضوع هستند و شاید اساساً یکی از دلایلی که این آزمایش‌ها رو در شرایط فعلی انجام میدن افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به توان موشکی ایران هستش که بتوانند در سایر موارد از در واقع طرف‌های مذاکره امتیازاتی بگیرن، از جمله مهمترین اونها حفظ برجام هستش. خب اگر به این ماجرا نگاه بکنیم، با شرایطی که الان آمریکا داره ورق‌ها رو بازی می‌کنه، ایران به نظر تقاضای زیادی از اروپا داره که با شرایط موجود تا کجا پشتش وای میستن؟ فکر میکنید که آمریکا چه موضعی در برابر اروپایی ها خواهد گرفت اگر بخوان دست بالاتری به ایران بدن؟ ببینید، در حال حاضر این ایران هستش که باید در واقع بر اساس گفته امریکایی ها رفتارش رو تغییر بده و خب ایران هم عملا مقاومت داره میکنه، میگه این کار رو نخواهم کرد. بنابراین این امریکایی ها هستن که به دنبال این هستن که از ایران در واقع یک امتیازی بگیرن. خب البته ایران هم به واسطه یه ضعف اقتصادی، مشکلات داخلی که باهاش مواجه هستش و اینکه به شدت وابسته به حفظ برجام هستش، او هم داره تلاش خودش رو میکنه. به نظر میاد که اروپایی ها خیلی هم با آمریکایی ها در واقع در موضوع توان موشکی ایران و بحث در واقع نفوذ منطقه ایران خیلی تفاوت موضعی با امریکایی ها ندارن، گرچه در راه حل و نحوه برخورد با امریکایی ها کاملا در واقع تفاوت دارن، تفاوت رویکرد دارن. اما من فکر میکنم که در مجموع این رفتار ایران به خاطر این داره به این شکل حالت تهاجمی تری به خودش میگیره که شاید بخشی از تصمیم گیرندگانی که در سیاست، در صحنه سیاست ایران مخصوصا نزدیکان با آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران اینگونه فکر میکنن که اگر ما، یعنی ایران، در این مرحله توان موشکی خودش رو در واقع به رخ اروپایی ها و امریکایی ها بکشه، شاید اونها رو اصطلاحاً به در واقع تب راضی، در واقع به تب بگیره که به مرگ بگیره. بله دقیقاً این نکته که گفتین نکته جالبی، اگر کوتاه بگید، چون سیاستی هست که ایران در طول 4 دهه سعی کرده، حداقل از زمانی که آقای خاتمی اومد سعی کرد این دوگانه رو بازی بکنه، فکر میکنید هنوز هم میتونه موفق باشه؟ ببینید، چیزی که در 40 سال گذشته جواب داده خب دلیلی نداره که بعداً جواب نده، گرچه ما باید توجه داشته باشیم که فاکتورهای متعددی در واقع در حال تغییر هستن مرتباً. ببینید، ایران به نظر من بیشتر از هر چیزی به دنبال خرید زمان هستش، به خاطر اینکه بیشترین شانس برد خودش رو بر روی تغییر حکومت آینده در امریکا و تغییر رئیس جمهوری میدونه که در واقع در باطن به دنبال تغییر رژیم ایران هستش، گرچه در ظاهر اون رو اعلام نمیکنه. اما اینکه چقدر این در واقع قمار ایران میتونه مثل 40 سال گذشته جواب بده، این رو زمان مشخص خواهد کرد. سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همراه ما. برنامه رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. رهبران آمریکا و چین موافقت کردند که جنگ تعرفه‌ای میان دو اقتصاد بزرگ جهان رو برای 90 روز متوقف کنند. ضیافت شام رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در بوئنوس آیرس آرژانتین برگزار شد. در این دیدار دونالد ترامپ موافقت کرد که تصمیمش برای وضع تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین را برای مدتی تعلیق کند و در برابرش شی جینگ پینگ هم وعده داده که واردات کالاهای آمریکایی را افزایش دهد. وزارت دفاع آمریکا میگوید جسد دریا سالار اسکات استرنی، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، در محل اقامتش در بحرین پیدا شده. دریا بود جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، میگوید که این مرگ مشکوک نبود و مقام‌های آمریکایی و بحرینی به طور مشترک در حال تحقیقند. دریا سالار استرنی حدود 7 ماه پیش فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا شد. 36 سال در نیروی دریایی این کشور خدمت کرده بود.
نارامی‌های فرانسه شنبه باعث شد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور نشست سران گروه 20 رو نیمه کار رها کنه و از آرژانتین به فرانسه برگرده. آقای مکرون امروز با مقام‌های امنیتی و عده‌ای از اعضای کابینه‌اش جلسه اضطراری تشکیل داد. او میگوید که خشونت‌ها علیه پلیس و غارت مغازه‌ها قابل دفاع نیست. در جریان اعتراض‌های معروف به جلیقه زردها حدود 400 نفر بازداشت شدند و بیش از 100 نفر زخمی. مسعود آذر نگاهی دارد از به ادامه اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت. شانزلیزه این روزها بوی دود می‌دهد و آتش. آنچه چشم‌ها را به این خیابان خیره کرده زرق و برق مغازه‌ها نیست. خشم جلیقه زرد هاست. دیروز روز سیاهی بود. ماشین ها سوختند، مغازه ها غارت شدند و پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد. سخنگوی دولت فرانسه گفته اتفاق های دیروز در یک دهه گذشته کم سابقه بوده. معترضان حدود 3 هفته است که روزهای تعطیل این خیابان را قرق کردند. دیروز اوضاع از کنترل خارج شد و خیابان صحنه زد و خورد پلیس و معترضان شد. اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت بود و حالا به افزایش هزینه‌های زندگی و مالیات‌ها کشیده شده و لیون و چند شهر دیگر فرانسه هم به این اعتراض‌ها پیوستند. امانوئل مکرون که برای شرکت در نشست گروه 20 با آرژانتین رفته بود، برگشته و در پاریس ابتدا سری به طاق نصرت یا طاق پیروزی زد. اینجا دیروز در محاصره جلیقه زردها بود و روی آن شعارهای علیه رئیس جمهوری نوشته بودند. آقای مکرون با مقامهای امنیتی و شماری از اعضای کابینه‌اش جلسه اضطراری تشکیل داده و با آنها صحبت کرد. او حمله به پلیس و غارت مغازه‌ها را محکوم کرده و گفته این رفتارها هیچ توجیهی ندارد. احتمال داده می‌شود که وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود. مخالفان رئیس جمهوری فرانسه از احزاب چپ گرفته تا دست راستی ها از اعتراض ها حمایت می کنند و می گویند مقصر اصلی دولت است و برای آرام کردن اوضاع از آقای مکرون خواستند که پای میز مذاکره بیاید. فعلا جرقه ای که جلیقه زرد ها زدند دامن شانزلیزه را گرفته و آتش خشم آنها ممکن است سراسری شود. خیابان ها از آنچه دیروز رخ داد پاک می شود، اما در ذهن ها میماند. مسعود آذر، BBC. چند خبر کوتاه. ابوالفضل زرعی نصرآباد، شاعر و طنزپرداز ایرانی و از نویسندگان مجله طنز گل‌آقا شنبه 10 آذر ماه در 50 سالگی درگذشت. آقای زرعی نصرآباد علاوه بر گل‌آقا در نشریات دیگری مانند مهر، زن، تماشاگران و خورجین هم در ایران فعالیت داشت و قطعات طنزش را با اسامی مستعاری مانند ملا نصرالدین، چغندر میرزا، ننه قمر و کلثوم ننه می نوشت. این طنزپرداز ایرانی از چند سال پیش به عارضه قلبی مبتلا بود. مقام‌های امنیتی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند نوید خانابادی، فرمانده خیزش مردمی مشهور به نویدک، پس از 30 ساعت محاصره توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. نظام الدین قوری، مسئول امنیت فرماندهی پلیس تخار به BBC گفته که آقای خانابادی با 6 نفر از افراد مسلحش بازداشت شد. به گفته نظام الدین قوری در این عملیات یک پلیس هم زخمی شده. و طالبان تایید کردند که ملا عبدالمنان آخوند، والی خودخوانده این گروه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شد. بعد از ظهر امروز مقام‌های محلی هلمند گفته بودند که ملا عبدالرحیم، مشهور به ملا عبدالمنان، والی خودخوانده طالبان در هلمند و مسئول نظامی این گروه در افغانستان، در حمله هوایی کشته شده. در کنار او 4 نفر دیگر هم حافظ راشد و ملا جاوید، سخنگویان ملا عبدالمنان و 2 نگهبانش در این حمله هوایی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کشته شدند. پلیس اسرائیل میگوید شواهدی کافی برای طرح اتهام رسمی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در اختیار دارد. بیشتر اتهام رشوه و کلاهبرداری علیه آقای نتانیاهو مطرح شده بود. این سومین باری است که نخست وزیر اسرائیل به فساد مالی متهم میشه. آقای نتانیاهو متهم در قراردادها منافعی به شرکت بیزک که بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل است رسانده تا در ازایش چهره مثبتی از او و همسرش در سایت‌های خبری ارائه شود. دادستانی اسرائیل باید درباره اجرای این پرونده به دادگاه و طرح اتهام نخست وزیر
تصمیم گیری کنند. آقای نتانیاهو اعلام کرده که هیچ تخلفی در هیچ یک از موارد اتهامی نداشته. منشأ امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از بیت المقدس همراه ماست. آقای امیر، به هر حال آقای نتانیاهو و همسرش بارها و بارها نامشون در پرونده‌های اینچنینی مطرح شده، اما هنوز پلیس نتیجه ای از این ماجراها نگرفته. فکر میکنید این بار آیا فرقی داره با دفعات قبل؟ بله، این بار کاملا فرق داره. صحبت از پرونده 4000 که برخلاف پرونده های 1000، 2000 و 3000 شواهد و یعنی شاهدانی هستند که مستقیما در این جریان دخالت داشتن و شهادت دادن و شهادت های اونها میتونه منجر به محکوم شناختن نخست وزیر بشه. صحبت از پول نیست، بلکه آقای نتانیاهو احتمالا گفته بوده که من به آقای الوویچ صاحب یک سامانه خبری به نام والا کمک میکنم که کمپانی مخابرات اسرائیل به نام بزک رو خریداری بکنه، در عوض آقای الوویچ باید تعهد بکنه که سایت والا چهره منفی از نخست وزیر و همسرش ارائه نده. و برخلاف برخی پرونده های دیگر، دو نفر از کسانی که مستقیما در این جریانات دخالت داشتند با قبول مسئولیت از جانب پلیس حاضر شدند که علیه آقای نتانیاهو و همسرش شهادت بدن. نه فقط الوویچ و نتانیاهو در این جریان متهم هستند، بلکه همسر الوویچ و خانم سارا همسر نتانیاهو هم در این جریان مورد سوء زن هستند و ممکنه که علیه اونها دادخواست صادر بشه. روند پرونده چطور خواهد بود؟ یعنی به دادگاه میرن؟ آیا این در صلاحیت آقای نتانیاهو به عنوان نخست وزیر تاثیر میگذاره و اگر بگذاره به چه شکلی اون فرایند بر پیگیری بشه؟ بله، ما یک مرحله رو فراموش نکنیم، در واقع مرحله سرنوشت سازه، و اون این است که دادستان کل کشور که در واقع مشاور حقوقی ارشد کشور محسوب میشه، ایشون پرونده رو بررسی بکنه و تشخیص بده که بازپرسی ها، سند ها، مدارکی که در پرونده هست کافیه برای محکوم شناختن و اون موقع کیفرخواست صادر میکنه. باید توجه کرد که توصیه پلیس هیچ تعهدی رو برای اداره دادستانی ایجاد نمیکنه، بلکه دادستان به طور مستقل باید به این پرونده رسیدگی بکنه. و آنچه که امروز مورد جنجال هست در اسرائیل این است که دادستان از نظر حساسیت قضیه تصمیم گرفته است که 3-4 نفر مشاور حقوقی از خارج از دادستانی رو هم دعوت بکنه که بررسی بکنن این پرونده رو و تصمیم بگیرن که آیا احتمالی برای محکومیت وجود داره یا نه. مخالفان آقای نتانیاهو میگویند که این یک ترفنده، به خاطر اینکه آوردن 3-4 نفر دیگه مستلزم اینه که ماها وقت برای خواندن پرونده صرف بشه و معلوم نیست که نتیجه مثبتی بگیره. به هر حال خلاصه بگم، این قضیه هنوز سر دراز داره و خبرساز و جنجالی خواهد ماند. ممنون از توضیحاتتون. منشأ امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل همراه ما. برنامه را با مروری بر سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. در پی محکومیت آزمایش موشکی جدید ایران توسط آمریکا، تهران میگوید هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده. رئیس جمهوری فرانسه در بازگشت از نشست گروه 20 در پی نارامی‌های خشونت‌بار پاریس علیه این خشونت‌ها را محکوم کرد. در ادامه این برنامه، نگرانی جهانی از آلودگی دریاها به زباله‌های پلاستیکی ناشی از رودخانه‌های کشورهای در حال توسعه. حمله آفت‌ها برای کشاورزانی که زمین‌های کوچکی دارند و از محصول زراعت خودشون ارتزاق می‌کنند فاجعه‌آمیزه. محققان دانشگاه آکسفورد در بریتانیا دنبال راهی هستند برای کمک به این کشاورزان. آنها سازوکاری هوشمند طراحی کردند که زمان حمله آفت‌ها رو با دقت بالایی پیش بینی می‌کنه. گزارش پالاپگوش گوشه‌ای از این تلاش و تأثیرش بر زندگی کشاورزان آفریقا رو نشون میده. جورج مومبه پزشک گیاهان است. امروز نوبت یکی از بازدیدهای یک هفته در میان او از دهکده کوچک کیمینی در کنیا است.
او محصولات آفت زده را درمان می کند. کرم‌های کوچک به محصولات ذرت این کشاورز حمله کردند. اما جورج به کمک یک ابزارک نوع آفت و سم مناسب برای مبارزه با آن را تشخیص می دهد. چون درآمدم از مزرعه بیشتر شده، بچه هامو به مدرسه بهتری می فرستم. محصولم بیشتر شده و خانوادم شاد و سرزنده ترن. چون دیگه می تونم مایحتاج اولیهشون رو تأمین کنم. یک دنیا آن طرفتر در این پایگاه ابر کامپیوترها در آکسفوردشایر، مرکز فضایی بریتانیا تلاش می‌کند زندگی والتر و همه کشاورزانی که به اندازه مصرف خودشان زراعت می‌کنند را بهتر کند. آنها می‌خواهند با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای سازوکار ایجاد کنند که حداقل یک هفته قبل از حمله آفت‌ها امکان حمله را پیش‌بینی کند. این نقشه دمای زمین را نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی مؤثر در جذب آفت‌ها به یک مزرعه است. این سازوکار دما و شرایط جوی را با اطلاعات دیگر محل ترکیب می‌کند. طرح پزشک گیاهان طرح بسیار موفقی بوده است. به بیش از 18 میلیون کشاورز در دنیا کمک کرده است. درآمد آنها به طور میانگین 13% رشد داشته. انتظار می‌رود این طرح جدید درآمد کشاورزان را تا 20% بالا ببرد. کشاورزا برای اینکه از عهده زندگی بر بیان و بچه هاشون رو بفرستن مدرسه به محصولاتشون و پیشبینی میزان برداشت متکی هستن. پس اگه ما بتونیم حمله آفت ها و میزان برداشت رو پیشبینی کنیم، اونها از فقر بیرون میان. برای تکمیل این سازوکار محققان دانشگاه آکسفورد به جمع‌آوری اطلاعات از زمین‌ها نیاز دارند. پاتریک کامالا یکی از محققان محلی است که میزان رطوبت و دمای زمین‌ها را هر روز ثبت می‌کند و آنها را با موارد آفتزدگی مقایسه می‌کند. کشاورزانی مثل لیلیان وانیاما حالا پیش از حمله آفت‌ها با خبر می‌شوند تا پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. پول و محصول اضافه‌ای که او و کشاورزان دیگر این ناحیه به این ترتیب به دست می‌آورند، زندگی مردم محلی را تغییر خواهد داد. آلودگی دریاها به زباله‌های پلاستیکی در سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده. منشأ 90% این آلودگی‌ها رودهای جاری در کشورهای در حال توسعه است. پلاستیک روز به روز بیشتر بندر هارکورت در جنوب نیجریه را نابود می‌کند. ماینی جونز خبرنگار بی بی سی به این بندر رفته تا ببینه که چه اتفاقی در اونجا می‌افته. به شهر باغ نیجریه خوش آمدید. بندر هارکورت را زمانی با منظره های سرسبزش می شناختند. ولی حالا پالایشگاه های غیرقانونی نفت و توده های زباله کرانه های رود نیجر را اشغال کردند. بوی این زباله ها خیلی تند و مشام آدم را آزار می ده. همونطور که می بینید تعداد جانور هم اینجا می چرند و عده ای هر روز اینجا زندگی می کنند. آلودگی پلاستیکی در وضع مالی خانواده ها هم اثر می گذارد. آگوستین بلسینگ درآمد خوبی داشت ولی حالا وضعش خوب نیست. حالا من به جای ماهی پلاستیک و آشغال توی آب سید می کنم، در حالی که قبلا اینطوری نبود. قبلا که تور می داختیم کلی ماهی می گرفتیم و حدود 6000 نایرا گیرمون می اومد، ولی حالا به اندازه 1000 نایرا هم ماهی گیرمون نمیاد. چرا؟ چون پلاستیک توی آب زیاد شده؟ بله. 90% زباله های پلاستیکی دریاها از رودخانه ها می آیند. 8 تا از این رودها در آسیا هستند و 2 تای دیگر در آفریقا، رود نیل و رود نیجر. این نهر نتابوگباست از سراسر بندر هارکورت عبور می کند و به دلتای نیجر می ریزد. طی سالها پلاستیک فراوان اینجا انباشته شده. زباله گردها لابلای زباله ها می گردند تا چیزی برای فروش پیدا کنند. بعضی تلاش می کنند به مردم آموزش بدهند و زباله ها را جمع کنند. عمدتا افراد هستند که این کارا رو میکنن. بعضیا زباله رو جمع‌آوری و بازیافت میکنن، ولی حجم زباله خیلی زیاده. دولت سیاستی در مورد زباله‌های پلاستیکی نداره. زباله‌های پلاستیکی یکی از مسائل مورد بحث در نشست اقتصاد آبی بود که در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شد. ما طی 20-25 سال گذشته به پلاستیک چسبیدیم چون ظاهرا ارزونه، ولی واقعا خیلی هم ارزون نیست. پلاستیک هزینه داره و هزینه هاشو محیط زیست دریاها و ساحل ها میپردازن. هزینه شو همه ما میدیم چون سلامتمون به خطر میفته. The cost impacts on all of our health and well-being.
اگر میخواید تصویری از چالش پیش رو داشته باشید، اینجا رو نگاه کنید. حتی در نشست اقتصاد آبی، غذا رو توی ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی سرو می‌کنند. معضل آلودگی پلاستیکی فقط با حرف زدن حل نمیشه. مینی جونز، بی بی سی نیوز، نیروبی. در هر لحظه بیش از 800 میلیون زن در جهان در دوره عادت ماهانه‌شون هستن، جریانی که نشان دهنده سلامت و فرزندآوریه. با این حال قاعدگی هنوز در برخی نقاط افغانستان تابوست. چندی پیش یونیسف اعلام کرد که نیمی از دختران افغان پیش از بلوغ در مورد قاعدگی اطلاعی ندارن و 38% دیگه به همین دلیل از رفتن به مدرسه سر باز زدن. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش میده. موادی که قرار است تبدیل به نوار بهداشتی شود، محصولی پر مصرف در دوران قاعدگی زنان. 250 نوار در یک دقیقه تولید و به بسته‌بندی می رود. اگرچه این محصول یکی از نیازهای اساسی زنان است، اما زنانی هستند که حتی با نام این محصول ناآشنا‌اند. در بعضی از ولایت افغانستان مردم حتی نمی‌شناسند، چون یک چیز نو از برشانه. این تولید ما فعلا در 20 ولایت افغانستان تقریبا رفته و امید داریم که تمام افغانستان ما کوشش بده. نیازی که او را هر ماه به اینجا می کشاند. سلام، من یک نوار بهداشتی میخواستم. میگوید دیگر با اشاره نه، بلکه با افتخار صدا بلند میکند. نید پلاستیک عادی بندازم. قصدن این کار را میکند تا به عادی شدن این قضیه کمک کند. در دست می گیرد تا به همه نشان دهد خریدن نوار بهداشتی شرم نیست. در اولین تجربه ها من خیلی دچار افسردگی می شدم. یک نوع حس بد پیدا می کردم. حس می کردم که چون در روستایی که من زندگی می کردم کل مردم می گفت که دختر وقتی که مثلا پریود هست، خانم وقتی که پریود هست نباید دست به قرآن بزنن، نباید دست به چیزهای مقدس بشن، چون در این دوران در این دوره‌ای که اینا پریود هستن نجس میشه. ولی به مرور زمان فعلا من به عنوان یک چیز خیلی قشنگ به این نگاه میکنم. میبینین کتابش مش خیلی. دختری که دشواری های زیادی را در مسیر بلوغ تجربه کرده، حالا دست به نوشتن زده. آنچه دختران باید بدانند، رساله کوچکی برای کمک به دختران نوجوان. زمانی که رساله آنچه دختران باید بدانند را خواستم که بچه‌ها برسانیم، خیلی کسایی هستند که مخالفت میکنند، میگن که تو به نحوی میخوای چشم دختر خانم‌ها را سفید بسازی، در حالی که اگر این آگاهی‌ها نباشه دختر خانم‌ها برای پیدا کردن معلومات به کدام مسیرها میرن. میبخشین با ما صحبت میکنین در رابطه با پریود؟ پریودی آقایی رو صحبت میکنم. من دقایق طولانی هست که اینجا از هر خانومی تقاضا میکنم تا در رابطه با پریود با ما صحبت بکنن، اما هیچ کس تا حالا حاضر نشده با من که هم جنسش هستم در رابطه با این موضوع حرف بزنن. پریود یا قاعدگی دختران مسئله هست که از خانواده تا جامعه کمتر مورد بحث قرار میگیره. عدم دسترسی به لوازم بهداشتی در بسیاری از نقاط افغانستان دغدغه دیگری است برای دختران. نبود این محصول، عدم فرهنگ استفاده از آن و عدم توانایی اقتصادی برای خرید آن، دختران بسیاری را وامی دارد تا از شیوه های سنتی استفاده کنند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در ادامه فصل 100 زن در بی بی سی، برنامه امروز هشتگ شما هم به موضوع کارآفرینی و اشتغال زنان در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازه. اگه شما هم از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک برای عرضه کالاهاتون استفاده می‌کنید، در برنامه امروز هشتگ شما شرکت کنید و بگید که تجربیاتتون چه بوده. برای اینکه نظراتتون رو بشنویم، از راه‌های تماسی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید می‌تونید با همکاران ما تماس بگیرید. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنون که در این نیم ساعت با ما همراه بودین. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهیم بود.